ساعت 12:10 به وقت منطقه شرقی. دریافت شد. چند تا تحویل دیگه مونده؟ یه چیزی حدود 23 میلیون. پس شب درازی میشه. مرد کریسمس، مدیر دوبلاژ شیدا گودرزی، صدا پرداز میلاد استخری، سلام. سانتا، یه جا برات خالی کردم، تلویزیون میره اونجا روی شومینه. میشه حداقل درختو تزیین کنم؟ همه گزارش بدین. اسباب بازی ها، همه ی اجناس بسته بندی شد و آماده. شیطونا، فهرسته مرحله آخر گردآوری شدن، ما آماده ایم. پزشکی، اون خسته است ولی ما آماده ایم، درست مثل محافظه اموالمون. سانتا دیگه رفتی برای مرحله آخر، سعی تو بکنه حسابی بانشاته. سعی میکنم مورتون، دارم سعی میکنم. سخت در دید رسه. من سانتا رو گرفتم. حیا کن بچه. اصلا کادو بی کادو. ساکت باش، منم دارم بهت همینو میگم. سانتا اصلا اینجا نیومده. یه چی حالا؟ تو که همینجوریش هم تو لیست شیطونایی. یه چیزی به درد بخور برداره. ساکت باش. انگار داره خسته میشه. نظره در مورد کلوچه خوردن چیه؟ فکر خوبیه. سانتا میتونی بری یه کلوچه بزنی. تکرار میکنم، برو کلوچه بزن. کلوچه ها در دید رسه. زود تمومش کن سانتا، شیرم یادت نره. سانتا من یه ورودی لحظه آخری به لیست شیطون ندارم، لطفا آدم آهنی رو تحویل نده. تکرار میکنم، آدم آهنی رو برگردون. دریافت شد، قطب شما. افزایش انرژی. الفا دلیلش چی؟ سرود خوندن؟ پودینگ کریسمس؟ من الان دارم چند تا گروه تو پارک مرکزی در حال سرود خوندن میبینم و کرگم الان توی رادیو داره میخونه. این هم میتونه دلیلش باشه، ولی من جینگل بلزا بیشتر ترجیح میدم. حرف زدن رو تموم کنین الفا، روی مشکل کار کنی. ممکنه یه کار خودسرانه باشه؟ بعیده. آخرین باری که همچون چیزی دیدی کی بوده؟ ممکنه به خاطر اون کلوچه‌ها باشه. افسایش کلوچه‌ای سال 77 یادته؟ اون که بی دلیل بود. چی داری میگی؟ هر چی که بوده مهم نیست، ولی الان سانتا حالش خوبه. یا سری انجامش بدیم، فقط ساکت باش. امکان نداره، اینجا یه آدم آهنی کامل داریم، خیلی باحاله. نگاه
اینقدر ول نگرد، فقط چیزای خوب و جمع کن، زود باش دیگه. نگاه کن، یه کیسه یه پر از هدیه اینجاست، انگار تمومی نداره. کافیه، زود باش از اینجا بزنیم بیرون. سانتا نجاتم بده. اون کیسه منه، کیسه یه سانتا دزدیده شد، خودم ردشو میزنم. سانتا هدایا کجا؟ سانتا؟ سانتا خارج شو. تکرار میکنم خارج شو، ما زمان برای پس گرفتن کیسه نداریم. اون کیسه منه، منم میخوام پسش بگیرم. بلش کن بره سانتا، ما بازم هدیه میفرست. یه گوزن تدارکاتی بفرست. آخه داریم از برنامه عقب میافتیم. پایینی هم مراقب باشیم. شین سانتا اومده. نه نیومده، برو بگی بخواب. خواب دیدی؟ باور کن دیدمش، قسم میخورم. نگاه کن کلوچه ها رو خورده. احتمالا اونا رو مامان خورده برای اینکه قشنگ به نظر بیاد. مامان که تا فردا صبح نمیاد خونه. خب اگه سانتا اینجا بوده پس هدیه ها کو؟ کیسه منو پاس بده پسر شیطون. اون کیسه رو بده به منو برگرد، تو همو پاساجی که بودی. آسخایی میکنم. تو همین صدا رو شنیدی؟ نه من هیچی نشنیدم. اونجا رو ببین، اون سانتاست، داره فرار میکنه. کجاست پس؟ این بیرون کسی نیستش که، سانتا اصلا وجود نداره. ما وارد حیاتی خارج از نموده. سانتا صدای منو میشنوی؟ تکرار میکنم، جوری یک وضعیت چطوره؟ سانتا؟ خوب نیست نورپال، خوب نیست. من یه راه برای خروج از این کوسه میخوام. سانتا صداتو میشنویم، ما صداتو میشنویم، سر جات بمون. مورتی، یه دودکش خالی توی این کوچه. محلشی نزدیک سفنه زباله، میفرستم روی مانیتور. جوری یکی خروجی توی کوچه داریم، دسترسی به پشت بوم داره. این تنها شانست سانتا، پس تو رو جون هر کی دوست داری خرابش نکن. قطب شمال صدای منو داری، الان چجوری با زمانو جبران کنی؟ من تا الان داری مسافت سنجی میکنیم. خیلی از برنامه عقب افتادیم، عمرم بتونی از پسش بر بیای. کریس وضعیت بده، خیلی بده. لعنتی، ما تا حالا نشده کریسمس رو از دست بدیم و منم نمیخوام تحت نظر من این اتفاق بیفته. مشکل رو حل کنین الفا. گزینه هامو بگو. مارتار، اگه از شفق قطبی استفاده کنیم چی؟ خیلی خطریه سانتا، فیلیکس رو یادته؟ یادمه، ولی هممون میدونستیم یه روز بالاخره باید ازش استفاده کنیم. یه راه دیگه پیدا میکنیم. تنها انتخابمون همینه. من دارم برای پرش آماده میشم. گردآورنده ها رو برعکس کنی. مارتی، من چیزیم نمیشه. باشه سانتا، باشه. پیتون، گنبد رو باز کن. ناتی نایس، تمایل قطبی معکوس آماده رو. چقدر قشنگه.
اینجا رو نگاه. گردآورنده فعال شد، در حال جمع‌آوری نیرو. سانتا صدامو داری؟ سانتا لطفاً جواب بده. سانتا تکرار میکنم، مسافت سنج کار نمی کنم. سانتا صدامو میشنوی؟ قطب شمال سانتا هستم. سانتا خودتی؟ بگو ببینم چقدر زمان ذخیره شده ها؟ سانتا اینقدر وقت داریم که با چند ثانیه تأخیر کریسمس رو تکمیل کنی. خوبه، به اون چند ثانیه نیاز دارم. برای یه تحویل باید برگردی. سانتا کریسمس مرتی. باشه، به عنوان آخرین ایستگاهت برگرد به همون آپارتمان. خب، عجب ورود جالبی آقای. راحت باش، میتونی منو سرپرست صدا کنی. باشه باشه آقای سرپرست، چی شما رو اینجا کشونده، اونم شب قبل از کریسمس؟ خب من یه سوال دارم، میخوام بدونم برای چی چند میلیون زغالو داری میسوزونی؟ چه ربطی به شما داره؟ آخه طبق محاسبات من با این سرعت میتونی تا 100 سال دیگه قطب شمالو ذوب کنی. این موضوع در نظر میگیرم. اینو از کجا آوردی؟ یه یادگاری کوچیک از دوران کودکیمه. درست 7 ساله بودم که سانتا اونا به هم داد. ببینم، تو هم توی اون لیست خاص بودی آقای مکس؟ نه، نبودم. ولی سانتا بهت یه تیکه زغال داده، اینهاش. از این تصمیمش به زودی پشیمون میشه. خب چرا امروز پشیمون نشه؟ منظورت چیه؟ خوش اومدی سانتا. اینجا چه خبر شده؟ جنراتور به نهایت قدرتش رسید و بعدش مارتی گوشیشو بهش وصل. خب همش 20% شارژ داشتم سانتا. هنوز باید روی یه سری ویژگی‌های شفق قطبی کار کنیم. حالا به هر حال کارت عالی بود. سانتا ماموریت انجام شد. ماموریت انجام شد. چی شده؟ مردم امسال وحشتناک بودن. انتظار همه چی داشتن. تلویزیون بزرگتر، اسباب بازی بیشتر. همینطور زیاد و زیاد. ولی دیگه برای شما نظر اینا بره رو مخت، همه چیز عوض میشه. شاید فعلا بریم از بچه ها تشکر کنیم. شی نگو کن سانتا بازم برگشته. من میدونستم اون میاد.
برای صوفی. صوفی؟ برای صوفی از طرف سانتا؟ برای صوفی؟ اینم صوفی؟ برای من چیزی نیورده چرا؟ شاید هدایای تو رو دوستا برداشتن. شین ببین چی پیدا کردم، انگار سانتا اینو تو راه رو جا گذاشته. ببینم اون آدم آهنیه؟ وای این خیلی خوبه. خب یه جورایی شبیه آدم آهنیه. ممنونم مامان. از من تشکر نکن، سانتا برات آورده. تقصیر خودم بود، نباید می افتادم دنبال اون دزدا و از دست دادن کیسا. میدونی که شاهکار بود، من باید بیشتر تلاش کنم. دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ کریسمس ولی یه باره. شاید باید یه زور حسابی بزنیم که سال دیگه دنیا رو تغییر بدیم. نمیدونم چه فکری. مثلا دو تا کریسمس داشته باشیم؟ آره، برای خرگوش عید پاک فکر میکرد کریسمس اگه توی جولای باشه خیلی به از اون خرگوش خودخواه خوشم نمیاد. هیچکس خوشش نمیاد. ولی پشمالو مرتو اون دوتا داشتن هدیه میدوستیدن، اونم تو کریسمس. میفهمی من چطوری میتونستم بیستم و بذارم کارشونو بکنن؟ نمیشد واقعا. بیا بریم یه چیزی بدوزدی. نه، اول باید بریم دنبال اون آدم هدیه، خیلی مهمتره. میشه بیخیال اون عروسک بشیم؟ اون که عروسک نیست لو، یه ابر قهرمانه. همچین چیزی وجود نداره، ما باید زودتر یه چیز خفن پیدا کنیم. خانم ها و آقایان، ممنون که امروز تشریف آوردید. در شرکت کلیدر پاور من به آینده امیدوارم. امروز از قدرت تکنولوژی انقلابی زغال سنگ جدید و پاکم پرده برداری می کنم. چیزی پاکتر از انرژی خورشیدی بدون هیچ پسماندی، که این یعنی فردا روز بهتری خواهد بود. فردا بزرگترین کارخونه تولید برق زغال سنگی پاک خودم رو افتتاح می کنم و به واسطه اون هزاران شغل ایجاد میشه. نظرت چه؟ بریم چند تا از اون شغلا رو به دست بیاریم، بعد تو هم میتونیم ازشون دزدی کنیم. باشه. صوفی تو نباید پیش من بشینی، خجالت آوره. معذرت میخوام، میترسی دوستات قضاوتت کنن؟ آره خول بازی در نیار. ببینین اینجا چی دارین؟ شاید نقشه داره به دنیا حکومت کنه. هی نه، این نقشه یه ابر رباته. این یه دستگاه مبارزه با جرم پیشرفته است، حالا پسش بده. خیلی طول کشیده تا جزئیاتش رو تکمیل کنم. شاید بتونی با قدرت‌های ماورایی تزم پسش بگیری. میشه لطفاً نقاشیمو پس بدی؟ خب، فقط چون مؤدبانه درخواست کردی. چله پوک. دوباره بگو چی گفتی؟ این کار کی بود؟ اگه بفهمم کار کی بوده زنده نمیذارمش. این دفعه شانس آوردی بچه خرخون. عزیزم اینجا چی کار میکنی؟ چرا لباس پرواز پوشیدی؟ خب درست نمیدونم، به لطف الفا من زندگی جاودان دارم. باش چی کار میکنم؟ سالی یه بار با خوشحالی برای بقیه هدیه میبرم. خب وظیفه ما همینه دیگه. میدونم بابا، فقط خواسته شدم که کل سال اینجا مخفی بشه، ما شیطونا راحت هر کاری که میخوان بکنن. باید بیشتر از این کار بکنم. اینقدر به خودت سخت نگیر، به این فکر کن که چقدر بقیه رو خوشحال میکنی. این هفته این دومین بار بود. بیا برگردیم تو. Thank you.
سال دیگه میبینم سانتا. سلام تیبی. سلام. نگفته بودم با غریبه ها حرف نزنی عزیزم. ولی مامانو سانتاست. پس منم یه ابر قهرمانم. میشه برگردی همون پناهگاه آواره ها؟ اینقدر بچه ها رو نترسون. بازم میگم عروسک های سانتا زیاد محبوب نشدن. میدونستم باید اون عروسک ها رو برگردونیم. سانتا تو اینجا چی کار میکنی؟ یه سری وسیله لازم دارم پیتان. حتما رفیق، از الان به فکر سال آینده یاره؟ چجور اسباب بازی تو فکرته؟ نه اسباب بازی نه. ببخشید زیاد طول کشید سانتا، ولی بفرمایید این دیگه چی؟ یه تفنگ روبانیه، حسابیم به دردت میخوره. مطمئنی کار میکاره؟ ما صدها ساله داریم اسباب بازی میسازیم و کادو میکنیم، حتما کار میکنه. پیتر، میتونی یه شیطون برام پیدا کنی؟ اینجا چه خبره؟ مورتون، خوشحالم که اومدی، کلی کار داری. چه کاری؟ این چیه بسی به کمرت؟ دیشب چرا سورتمر بردی بیرون؟ هیچی بابا، آروم باش. تصمیم گرفتم یه سری کار جنبیام انجام بدم. فقط بگو با سورتمر نرفتی مسافر کشی. میخوام یه فکری به حال شیطونای واقعی بکنم. همین. خلافکارا؟ آره خلافکارا. شیطونا غیر قابل پیشبینین، اونا اسلحه و چاقو دارن و تو فقط یه تفنگ روبانیه. تفنگ روبانی؟ من الان تونستم یه شیطون پیدا کنم بچه ها. آریه مارتان، بچه های تیم رو جمع کن. خیلی خوب باشه، همه الفا برن سر پستشون. ای خدا، انگار یه شیطون سریالیه. سلام علیکی باشه. من سانتا هستم. بایستا بایستا، نفسم در نمیاد. که اونو درست کرده؟ بذار خودم بگم. الفاتون ها؟ خب معلومه دیگه، اینو ببینید دیگه، اینجوری نمیخندی. سلام شین، سوفی، بگیریم بشینیم بچه. سلام بانگ. امروز براتون چی درست کنم؟ همون همیشگی. یه خوراک بزرگ و خوشمزه و برنج سرخ شده و دنده اضافه برای شنگ قوی تر باشی. ببینم بس مامانتون خوب. معمول رفته سفر کاری، من باید مراقب برادرم باشم. حواسم بهش باشه که غذا خوب بخوره با از این حرفا. اسباب بازی درست کردنشون خیلی بهتره. اینم فرانک، عالی شد. دنبالم بیا. معلوم از کجا بودی؟ برا تو ببینم، برا رفتش، دیگه میتونیم بریم پایین. خب شب قشنگیه، بریم رو پشت بوم غذا بخوریم. چرا که نه؟ سورتمه سانتا امکان نداره، باورت نمیشه، سورتمه سانتاست. پس گوزنا کجان؟ شین، نمیخوام دلتو بشکنم دادشی، ولی سانتا واقعیه.
بله بود این همه راه تا اینجا پرواز کرده که از وانگ غذای چینی بگیره. ها من که دست پختش خیلی خوبه. یه نفر داره میاد. از جولیا به قطر شمال دارم برمیگردم پایگاه. همه چی داره خوب پیش میره دیگه، درسته؟ بله همینطوره. بذارید نشونتون بدم. تو قبلا اینجوری زغال میسوزوندی، درسته؟ و الان اجازه بده تکنولوژی زغال پاک خودم رو بهت نشون بدم آقای مکس. این همه دود از یه تیکه زغال کوچیک؟ آه بله. آه این کثیف‌ترین زغال پاکیه که تو زندگیم دیدم. ولی تو که هنوز هیچی ندیدی دوست من. حالا اگه اون سانتای خپل بخواد جالمونو بگیره چی؟ دلیل کارمون دقیقا همینه. چطور بود؟ خب زیاد خوب نبود. فکر نکنم اسباب بازی سازا به درد این کار بخورم. بیا بریم. موندم اسباب بازی ها کجای؟ بیا بریم پیداشون کنیم. رو پنجره برو. چرا؟ بی صدا تره دیگه. ای وای. زود باش بری. عمرن کسی اینو باور کنه. وای.
باید روی فناوریمون کار کنی، وگرنه من اون بیرون دوام نمیارم. باید روی وضعیت جسمانیت هم کار کنی. زمان بررسی علائم حیاتیت متوجه شدم اینجا یکم مشکل داری. بس کن دیگه، خوب انگار باید بیخیال پودینگ کریسمس بشم. واقعا خودم هم دیگه سردر نمیارم. بیا بریم یه نگاه به چیزایی که روشون کار میکنی مندرس. اینو بخش کادو کردن برات اصلاح کرده. مامانه. خب جواب بده. بله مامان، شام خوردیم. آره داریم فیلم تماشا میکنیم. چی؟ یه فیلم کریسمسیه. باشه، منم دوست دارم. وای ببینم بچه ها اونجا چه خبره. ظاهرا سانتا چند تا مسافر قاچاقی داشته. این از همون مشکلاتی که بهش نیاز نداریم. شما چی دیدین؟ همه چیو. پس حالا دیگه هیچ وقت نمیتونین اینجا رو ترک کنین. خب کجا استراحت کنیم؟ تو خونه سانتا؟ شام ساعت چند میدن؟ گوزنه شمالی کجا نگه میداری؟ بی خیال، میخواستم بگم مطمئن نیستم باید با شما چی کار کنم. بگم اونم بتونن اسباب بازی درست کنن. شاین، صوفی، شماها چرا اینجا؟ سورت متو دیدیم سانتا. اصلا خوب مخفیش نکرده بودی. ممنون که گفتی. دیگه باشون حرف نزن، باید سری برشون گردونیم، فهمیدی؟ ولی اگه به همه بگن چی؟ همه گی آروم باشین، هیچ کس حرفشون رو باور نمیکنه. بچه های اجازه ندارم بیان قطب شمال، اوضاع داره از کنترل خارج میشه. ببینم میخوای چی کار کنی سانتا؟ این وسایل زیاد به کارتون نمیان. خب چیزه راستش این بهشون نگو سانتا، اینا بچه هن، نباید اینجا باشن. سلاحای عجیب، ابزار مرموز، اینم که اصلا نمیدونم چیه، این آشغال دیگه چیه؟ ای زیاد روش وقت گذاشتم ها. گوش کن سانتا، من به دردت میخورم، خوراکم ساخته اینجور وسایله. یه لحظه منو ببخشید. بله دندونامونو مسواک زدیم، من باید برم. آره دوستت دارم. دوستت دارم مامانی. دوستت داره میبینی؟ مادرتون نگران میشه. اون رفته کنفرانس، متوجه نبودنم میشه. تازه ما میتونیم مراقب خودمون باشیم. عزیزم من اومدم خونه. ورزشم. مهمون داری. وای به حالت اگه بخوای کل شب با مورتون بازی کنی. یه رس این بچه ها دیگه کیه؟ من صوفی هستم و اینم برادر بزرگم شینه. اسمش تو لیست شیطونست ولی بچه های بدی نیست. همیشه یه جای خواب برای این بچه ها پیدا کنی، بعدم توضیح میدم. خب شین مدرسه چطوره؟ فکر کنم خوبه. به جز قول دراش. آره به غیر از اونا. فرانک 10 سالتمون تو لیست شیطونا بوده. تو فرانکو از کجا میشناسی؟ من همه رو میشناسم. مثلا سانتاس. خب امروز قراره چی کار کنیم سانتا؟ میشه اینجوری صدات کنم؟ خب همونطور که میبینی سوژه دیگه نمیتونه حرکت کنه. شوه نظرت درباره فیبر کربنی چیه؟
کریس میشه چند لحظه من بچه ها رو ببرم؟ چرا مری؟ خب فکر کردم بهتری برای بچه گوزن جدید یکم بیسکویت بپزم. گوزن جدید؟ پس منم براش کلوچه شکلاتی میپزم. به جومین بچه ها حتما باید برم؟ آره برو، تازه ساخته نمونه جدید یه ساعتی طول میکشه. خونه میبینم ات عزیزم. خوش بگذره. آخی اسمش چیه؟ هنوز براش اسم نذاشتیم. سلام پسر کوچولو، اون مشکلش چیه؟ مطمئن نیستم، الان چند هفته شده به زور را میره، شاید هیچ وقت نتونه پرواز کنه. سوفی حتما باید دستور پختشو به ام بگی. شین مراقب باش، با تنزی گوزن غیر قابل پیشبینیه، به خیلی از الفا آسیب زده. خب مارت بگو ببینم چی داریم. توپ روبان فیبر کربنی روی مچ دست، پرتاب کننده برفک روی اون یکی، و البته جدیقه ضد گلوله. نه بیای جمع کننده رو بررسی کنیم، من میخوام برم تو میدون امتحانش کنم. مطمئنی حاضری؟ آره بزن بریم. وای این چطوری کار میکنه؟ یکی از اختراعات مورد علاقه منه، بذار بهت نشونش بدم. اولی مرحله یکی باید شیطونی کنه. شاید ندونی ولی نفس یه شیطون با یه آدم خوب فرق داره. نفسش با اتمسفر در هم میشه تا با یه ذره برف یکی بشه، اسمش نشونه گذاریه. و همونطور که همه میدونن همه یه ذرات برف در نهایت میرسن به قطب شمال. و این کامپیوتر همه یه ذرات برف رو برای رفتار شیطنت‌آمیز آنالیز میکنه و کاندیدها رو به دو گروه خوب و شیطون تقسیم میکنه. با هدف مبارزه با جرایم، لیست شیطونامونو به چند تا از داده‌های خلافکاری دیگه که هکشون کردیم ارجاع دادیم. الان برف آب شده، وارد سیستم فاضلاب به ما میشه که تصفیه بشه و برمیگرده به اکوسیستم ظریف و شیطون دوستانه ما. خوبه؟ از نظر علمی اصلا با عقل جور در نمیاد، نمیدونم اصلا چطور میتونه کار کنه. ایده این مال کی بوده؟ خیلی دوست دارم باهاش آشنا بشم. نمیتونی، فلیکس دیگه اینجا نیست. فلیکس؟ یه سری فعالیت منفی داریم. مگه پارسال بدون آمادگی نرفتی؟ درسته، بیان یه نگاهی به صفحه بزرگ بندازیم. سورت من رو آماده کنین، همین الان راه میفتی. مراقب باش سانتا. هستم سوفی. هو 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 هو.
سلام، چه ماشین قشنگی. بله ببروره، وزید جدیدهایه. تو تولیس شیطونهای آدم. از ببر از کجا میدونی ها؟ من اسم همه رو میدونم. باید تو الان می اومد. ببینم خبری نشد. نه هنوز. یه شیطون دیگه از خیابونا کم شد. مامان مورتون، سلام، چی شده؟ سانتا موفق شد. شین، سانتا شیطونه رو گرفت. موفق شدیم، موفق شدیم. باشه، موفق شده دیگه. کریس، بچه ها باید برن خونه. بیاین بریم یکم سورت و سواری بچه ها. دیگه داریم میرسیم خونه شم. عالیه. شین، چی شده؟ من از مدرسه متنفرم. فرانک؟ آره، هم فرانک هم بقیه. مدرسه میتونه سخت باشه. ببینم، میخوای سورتونه برونی؟ حالی شد. سانتا، میشه یه چیزی بهت بگم؟ آره البته. تا آخر عمر این یادم میمونه. اوه سلام، رو مبل خوابیدین؟ ببینیم براتون چی گرفتم. من عاشق این شهرم. چه کادوی فرودگاهی قشنگی مامان. کنفرانس چطور بود؟ خیلی آموزنده بود. شما این آخر هفته رفتیم بیرون؟ نه، ما فقط پای تلویزیون بودیم. به نظرم بهتر یه مقدار هوا بخورین. خب برید ببینین تو دنیا چه خبره. درسته مامان. سرت شلوغ بوده دوست من. خب اجازه بدین دستگاهو بهتون نشون بدم. آقایون لطفاً سر پستاتون. علی داری با ما حرف میزنی؟ نمیدونم. هی تو با ما بودی؟ بله، دقیقاً با شما دوتا بودم. حالا برید سر پستاتون. پشت میز فرمان. هرچه سریع‌تر انتقال و فعال کنید. حالا نوبت شماست آقای مکس، لطفاً اونجا بشینید. اول ما نیروی حیات سانتا رو استخراج میکنیم. و زمانی که نیروی حیاتش توی قوطی جمع شد، هر کاری که دلمون خواست باهاش میکنیم. به همین راحتی. سویچ انتقال رو فعال کن. آه.
چی شد؟ اون چی بود؟ خواب اثر روی انسانای فانی موقت دوست من، ولی وقتی شخصی که استخراج میشه جاودان باشه، اون وقته که بله به دنبال اون نتایج هم ابدی میشن. بعد چه بلایی سر سانتا میاد؟ دیگه وجود نخواهد داشت. همه بخوابید رو زمین. این کیسه رو بگیر با پول پرش کن. زود باش، مقاومت نکن. بجام. نگران نباش، به بانک میگم من حسابتو بستم. ببخشید. ما دوست دارم به مورتون و بچه های گروه طراحی های جدیدم رو نشون بدم. به نظرت سانتا اینجاست؟ چیزی به اسم سانتا وجود نداره. اینجا چی داریم؟ اونو پس بده. اگه ندم چی؟ فرانک، مؤدبانه ازت خواستم، حالا خواهش میکنم طرحامو برگردون. فرانک، نگفتم قبل تموم شدن کارا نری بیرون پسر کوچولو؟ هی چرا تمومش نمی کنی؟ الان شما چیزی پچ کردی؟ بله پچ کردم. چرا نمیری با یکی هم قد خودت در بیفتی؟ اگه نرم چه؟ و اصلا میخوای چی کار کنی؟ بچون فرانک، بودا زود باش. هی ببینم شما بودیم ماز پرت کردین؟ دنبالم بیا، از کوچه پشتی میریم. هیچ کس تا حالا به هم کمک نکرده بود. الان کمکت کردیم. چی؟ اون دیگه کیه؟ معلومه، همونی که کسی فکر نمی کنه وجود داره. دلم برای تنگ شده بود. چطورید بچه ها؟ شاید میتونی ما رو به دوست جدیدت معرفی کنی؟ فرانک، این سانتا است. سانتا فرانک. البته خودت از قبل میدونستی نه؟ از دیدنت خوشحالم فرانک. همینجوری بچه خوب بمون، به زودی از لیست شیطونا در میای. من تو لیست شیطونم؟ برای چی اون وقت؟ فرانک بی خیال پسر. شاین، من امشب یه چیزایی ازت یاد گرفتم. خیلی بهت افتخار میکنم. واقعا؟ ممنون هم سانتا. هی، اوضاع این هفته چطور بود؟ خیلی خوب بود. ولی حس میکنم یه چیزی کم. شاین، نشونش بده. آره آره، باشه. میدونم داری به چی فکر میکنی، این که من شیطون بودم یا بچه خوبی بودم. خب راستشو بخوای، با این هیجانات وقت نکردم لیستو چک کنم. پس نظرت چیه؟ فعلا اون کیفو بهم پاس بدی و شاید منم فراموش کنم این اتفاق افتاده. تو کی هستی؟ من سانتا هستم. ها
من یه رمزگشایی با احتمال بالا دارم. جوری دو داریم یه خود دیگه برات میفرستیم. رفتم سراغش. اونجا رو اون سانتا سانتا آماده فعال شدن کارخونه باش. اختراق آزمایشی شروع میشه. خیلی وقت منتظر این لحظه بودم. ما چقدر دیگه میتونیم قطب شمال رو ذوب کنیم؟ آروم باش دوست من. نقشه اینه که بکشیمش اینجا و این کار سانتا رو میاره پیش ما. بهت قول میدم. قطب شمال فکر کنم کارمون تموم شده. سانتا یه لحظه وقت داری با هم حرف بزنی؟ آره البته. چی شده؟ خب ما داریم به آخرای سال نزدیک میشیم، برای همین میدونی چیه؟ به نظرم باید برای کریسمس آماده میشیم. جدی؟ آره خب آره، همیشه زود از راه میرسه، ولی الان دیگه باید بیخیال مبارزه با جرایم بشیم و اسباب بازی بسازیم. تازه باید بگیم ساختمون کادوپیچی هم آماده بشه. میشه فردا دربارش صحبت کنی؟ خیلی خب باشه سانتا. اونا فکر میکنن دیگه نمیخوای کارای کریسمس رو انجام بدی. نمیخوام. نقش جدیدم رو دوست دارم. دیگه بقیه مثل شوخی بهم نگاه نمیکنن. بالاخره داریم به مردم کمک میکنیم. الفا درک نمیکنن. فقط میخوان برگردن سراغ کریسمس. همینو میخوام. خب کارشون همینه. کار هممون همینه. یادت نره برامون چی کار کردن. چطور میتونم زندگی جاودانه رو فراموش کنم؟ یه محبت خاصه. ماری چرا مری؟ برای رسوندن هدیه؟ به نظر من یه هدف دیگه پشتش بوده. همین. آره متوجهم، ولی به این فکر کردی که برای سانتا بودن به اندازه کافی وقت داری؟
من نمیخوام دیگه سانتا باشم. من میرم به خط تولید اسباب بازی کمک کنم. یکم دیگه بهش فکر کن. نظرت درباره کاغذ کادوی امسان چیه؟ مثل همیشه خیلی خوش رنگن پیتون، ولی من نگرانم همشون هدر برن. چی کار باید بکنیم؟ من نمیدونم. فکر نمی کنم به حرف کسی گوش بده. شین و صوفی چطور؟ به نظرت میتونن باش صحبت کنن؟ آره، شاید بتونن متقاعدش کنن. اونا فقط بچه. با کریسمس هم واسه بچه هاست دیگه، درست نمیگم؟ سوس اردک رو امتحان کن فرانک. من اردک نمیخورم. از اردک که ساخته نشده، فقط توی چین این اسم رو روش گذاشتن. سانتا بزن بریم. بفرمایین بچه ها، همون همیشگی. کجا رفتم؟ این سانتا؟ معلومه که نه، ایشون همسرشه. شین، صوفی، به کمکتون نیاز دارم. میشه با هم بیاین قطب شمال؟ البته. چیزی شده؟ تو را براتون توضیح میدم. سلام سانتا. ببین کیا اومدن برای تزیین درخت کمکمون کنن. صوفی، شین، از دیدنتون خوشحالم. نظر چیه ما بشینیم بچه ها رو نگاه کنیم؟ باشه عزیزم. من و صوفی تصمیم داریم امروز تو استبل قدم بزنیم. باشه سانتا. برای شین. ما میدونیم بابت کریسمس حتما خیلی سرت شلوغه، ولی اگه کمک خواستی میتونی رو ما حساب کنی. شین، صوفی، ما امسال کریسمس نداریم. ولی سانتا، تو نمیتونی این کار انجام بدی. انصاف نیست، اینو انداختی گردن بچه ها. یه شیطون خیلی مهم داریم. دارم کادگاشه ای میکنم. جرمش چیه؟ زوب کردن قطب شمال. این امکان نداره. یه بار دیگه کادگاشه ای کن. نوشته زوب کردن قطب شمال 1. سوس من رو آماده کنی. نمیتونی الان بری، پس کریسمس چی؟ باید اینو حل کنم. صوب کردن قطب شمال چطوری میشه اینو نادیده گرفت؟ چطوری میتونی نادیدش بگیری؟ دو سال گوش کنی. کریسمس بی کریسمس، همینو بس. سانتا خواهش میکنم اینو بذار برای بعد. ما الان یه شیطون بزرگ داریم، من باید بهش رسیدگی کنم. من اشتباه میکردم که باور نداشتم، ولی الان دیگه به کریسمس اعتقاد دارم. شین، یه روزی درک میکنی.
تو کمک کردی چشمم به این باز بشه. من الان دیگه نمیتونم عقب بکشم. حرفمو پس میگیرم. همه حرفمو پس میگیرم. ای کاش هیچ وقت نمی اومدم اینجا. داره میره هدایای کریسمس رو برسونه؟ بعید میدونم عزیزم. جولیه دو، صدای ما رو داری؟ جولیه دو، سانتا لطفا جواب بده. از قطب شمال به جولیه دو، صدای ما رو داری؟ سانتا لطفا جواب بده. سانتا جواب بده. قطع شد، ارتباط رو از دست دادم. من هنوز علائم حیاتی شده دارم. حداقل میدونیم زنده است یا نه. بامزه نبود. پیچرتی که برف اون شیطون رو بیار، میخوام مختصاتش رو تایید کنم. کامپیوترم مشکل پیدا کرده، به نظرم به خاطر برفه، احتمالا خراب شده. قبلا هم همچین چیزی دیده بودم. برف رو روی صفحه بزرگ کن لطفاً. باشه. به نظر دست سازه یا الف ساز. فقط یه الف میتونه برف رو اینجوری دستکاری کنه، ولی امکان نداره کار اون باشه. من جای تو بودم بهش دست نمی زدم. ماکس، کسی که از 6 سالگی تو لیست شیطونا بوده و حالا داری با این کارخونه سیاره رو نابود میکنی. ولی آخه چرا؟ 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 بهت میگم چرا. یا تیکه زغال میتونه تأثیر بدی روی یه بچه بذاره. سانتا اون موقع خیلی شیطون بودی و هنوزم هستی و حالا من جلو تو میگیرم. نمیتونی کاری کاری. میشه منم به این مکالمه شیرینتون ملحق بشم؟ از دست تو این روبانت. من میشناسم ات. خیلی عجیبه، قدیما اسما بهتر یادت میموند، ولی الان خودتو ببین. دستگاه انتقال نیروی حیاتو فعال کن. این دستگاه دیگه چیه؟ کارت عالی بود دوست من، عالی بود. الان دیگه صندلیمو میخوام. منظورت چیه؟ ازت خواهش میکنم خودتو زیاد اذیت نکنی. صندلی من حالا. خیلی خواه، بهت افتخار اینو میدم که دستگاه نابودی سانتا رو تو روشن کنی. زود باش میدان انرژی رو فعال کن.
مارتال، کسی نیست میشنوی؟ تو درد سر افتادم مارتال، با تو هم امکان نداره. یه ذره برف دارم و انگار از طرف سانتاست. نگاه کنی؟ البته برف استرس. آفرین سانتا، همگی شروع کنید به کدگشایی. کدگشایی اعضای حیاتی سانتا. یه چیزی درست نیست، قدرتش خیلی کمه. تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. فانی، سانتا داره فانی میشه. لعنتی، باید سریع ارتباطو برقرار کنی. سانتا صدای ما رو داری؟ سانتا خواهش میکنم جواب بده. ضربانش داره کم میشه، انگار داره میمیره. سانتا چه خبر شده؟ صدامو داری سانتا؟ باید کمکش کنیم. غیر ممکنه. سانتا تو دردسر افتاده. شما کجا بودین؟ توی استبل. ما دیدیم سانتا پرواز کرد و رفت. بچه گوزن بزرگ شده. چی گفتی؟ من یه گوزن بزرگ میشناسم. سر و صدا نکن، آروم بگیر. دارم بهت هشدار میدم. خیلی خوب خودت خواستی. هی تمومش کن. سلام رفیق، به کمکت نیاز دارم. یه گوزن غیر مجاز تو باند پروازه. اون شینه سوار باتنز شده. باتنز؟ خودشو به کشتن میده. شین، تو نمیتونی سوار باتنز بشی، غیر قابل کنترله. شین این کارو نه. تو که ناامیدم نمی کنی نه رفیق؟ شین وایسا، برای مکسی هدیه دارم. مکس دیگه کیه؟ همش یه اشتباه بوده. اون سرما رو ایجاد نکرده، کار فیلیکس الفه. اون داده ها رو دستکاری کرده. انگار مهمون داریم. آه، اونجا رو، یه گوزن شمالی پشمالو. اون یه گوزن معمولی نیست، اون باتنزه. شاید منو از این صندلی جدا کن. ای، فکر کردی میخوای چی کار کنی؟ میخوام سانتا رو نجات بدم. حالا از سر رامبارو چنم؟ فکر نکنم بشه بچه جون. مکس تمومش کن. شاید تو خوبی؟ مکس؟ مکس توی؟ نه نه، اشتباه گرفتی.
من میتونم بهت ثابت کنم که کار سانتا نبوده، کار یه الف بوده، اسمش فلیکسه. این مزخرفات رو تموم کنین. شما دوتا اون پسر رو بگیرین بیارینش پیش من. بجنبین. البته رئیس. برو. وای وای. فرار کن. کل پوکای بی مصرف، انتقال انرژی رو تموم کن. بله سانتا، منم فلیکس. خیلی خوشحالم که دوباره میبینمت. ولی اون آزمون سرعت چی؟ اون آزمون نبود، از دست تو فرار کردم. تو فقط به فکر اسباب بازی ها بودی، همینو بس. برای تو اصلا مهم نبود. تو همیشه میخواستی از کریسمس سوء استفاده کنی فلیکس. این حرفای احساسی رو بیخیال شو سانتا. ما میتونستیم از کریسمس برای حکمرانی به کل دنیا استفاده کنیم تا الفا دوباره حاکم بر انسان ها بشن. این یعنی قدرت سانتا. سرنوشت ما این نبوده که توی قطب شمال پنهان بشیم. وقتشه که دوباره به عنوان گونه برتر جایگاه خودمونو به دست بیاری.
سانتا بیدار شو، بیدار شو. اون چه شده؟ چرا کار نکرد؟ شین چی کار کنی؟ من نمیدونم، شاید انتقال کار نکرده، شاید براش زیادی بوده. شایدم من خیلی دیر کردم. کوکی تمومش کن. کوکی خواهش میکنم. بایسا کوکی کلوچه. چی شده ها؟ ما هم نمیدونیم سانتا، ولی کلوچه های صوفی دوباره برت گردوند. سانتا راستش ما فکر کردیم تو رو از دست دادیم. اینا میبینی؟ اون خسته است، ممکنه به خاطر اون کلوچه ها باشه. افزایش کلوچه سال 77 یادته؟ یه فوران شیرینی؟ قدرتش خیلی کمه، تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. خب همگی گوش بدید، وقت شروعه. پیتر نقشه محموله ها رو بیار. پیتان سورتمن رو را بنداز.
بیایید بریم بچه ها، یه عالم هدیه باید برسونم. وایسا نه شین، الان فرار میکنه. مشکلی نیست سانتا، اون دیگه باماست. بیا نگران نباش سانتا، قول میدم از طرف شما حالشو میگیرم. تخلیه کردن این مکان چندین سال طول میکشه. سانتا یه محموله داره میاد سمتت، محل دیدارو آماده کن. ممنون که منو رسوندین بچه ها. شما ها که مشکلی ندارین درسته؟ تو برو برو، مطمئن میشم برسه خونه، نگران چیزی نباش. سانتا صدای ما رو داری؟ سانتا لطفا جواب بده. بله بله مارتان، صدا تو دارم، بلند و واضح. مارتان شفق قطبی رو آماده کن. مسیر قبلا دارای انرژی شده. کریسمس مبارک. همیشه این لباس تو بیشتر دوست داشتم. خودم همینطور. هنوز کلی کار داریم.